پناهجویان در سراسر جهان در بیشتر مواقع از روی اجبار و ناچاری و با دنیای از امید خاک کشورشان را ترک می کنند. اما متاسفانه گاهی به دلایل مختلفی کشورها پناهجویان را نمی پذیرند و یا بعد از ورود آنها را بازپس می فرستند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. دولت آلمان اعلام کرده که طی شش ماه نخست سال جاری میلادی 6198 پناهجو به کشورشان بازپس فرستاده شدند. مقاصد اصلی استرداد این پناهجویان مقدونیه شمالی، آلبانی و گرجستان بوده است. در همین راستا خبرگزاری دویچه وله آلمان گزارش داد که دویست پناهجوی اهل ترکیه در پی رد درخواست پناهندگیشان از آلمان به کشورشان بازپس فرستاده شدند. مجموعا 1826 درخواست کننده پناهندگی نیز در چارچوب مقررات پناهندگی دوبلین به کشور دیگر از اتحادیه اروپا که نخست وارد آن شده بودند از آلمان مسترد شدند. مقام های آلمان همچنین اعلام کردند در طی 6 ماه نخست سال جاری سی متقاضی را در قالب 11 مینی چارتر هوایی از آلمان به کشورشان یا به کشوری دیگر در اتحادیه اروپا بازگردانده شدند. مینی چارتر هوایی به پروازهایی گفته می شود که حداکثر چهار درخواست کننده پناهندگی را در بر می گیرن. در این میان باید گفت تعداد 117 هزار مورد شهروند کشور جنگ زده ی سوریه و 102 هزار نفر از افغانستان نیز پناهجو وجود داشته که پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور و تسلط طالبان آواره شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان حدود 23600 درخواست دهنده ی نوجوان و کودکان بدون همراه بودند که این رقم یک سوم بیش از سال 2020 بوده است. حدود 70 درصد پناه جویان مرد بوده و سن نیمی از درخواست دهندگان بر 18 تا 35 سال بالغ می شده است. بر اساس داده های این آژانس پناهندگان اتحادیه اروپا درباره 535 هزار پرونده درخواست پناهندگی در مرحله اول تصمیم گرفته شده و یک سوم درخواست ها پذیرفته شدند. حدود 118 هزار نفر از موقعیت پناهندگی و 64 هزار نفر از موقعیت حمایت حفاظتی برخوردار شدهاند. علی اکبری اخبار شیعه